فکر میکنم که خب به خاطر اینکه توی سالهای اخیر بیشتر فشار روی زنان بوده، نه فقط توی این 40 سال، شاید سالهای زیادی. من همیشه میگم که این در واقع یک مسیر 7 خان بود که نسل ما داشت رو خان خانواده کار میکرد و خان مبارزه با حکومت به نسل بعدی رسید. ما محدودیت هامون بیش از محدودیت های سیاسی محدودیت های فرهنگی بود که توی سالهای گذشته، توی مثلا 15 20 سال قبل، که شاید جامعه و جوانان نسل ما بیشتر به مسیر اصلاحات فکر میکردن، دلیلش این بود که تفاوت فرهنگی بین جامعه و خانواده ها، نه جوانان، با حکومت اینقدری که الان این شکاف احساس میشه احساس نمیشد. دخترها عموما باید تو خونه با محدودیت هایی که خانواده براشون ایجاد میکرد اول مبارزه میکردن و بعد میتونستن برن برای مبارزات وسیع تر. و این خانه هفتم در واقع مسیر آخریه که فرزندان نسلی که قبلا برای حقوقش با نسل قبلی مبارزه کرده و آزادی هایی که خودش میخواسته رو به نسل بعدیش منتقل کرده. یعنی این بچه های نسل جدید تربیت شده یه نسلی هستن که اون نسل خودشون دنبال این آزادی ها بودن و چون نداشتن این رو به فرزندانشون دادن. و زور، حرف زور رو هم این نسل نمیشنوه، یعنی خیلی جالبه که مقاومت میکنه در مقابل حرف زور بشه، در حالی که در اون نسل قبلی اینطور نبود. دقیقا. ببینین موضوع زنان، فکر میکنم که در منطقه ما و در کشور ما دو تا موضوع داره. یکیش برمیگرده به گذشته. من اصلا کاری ندارم که ما الان ژنتیکمون به چند سال قبل برمیگرده، آیا نوادگان اون ایرانیان هزاران سال قبل هستیم یا نه، ولی مهم اینه که آدم هایی که در این سرزمین میزیستن، فرهنگشون، واژگانشون و زبانشون نشون میده که تبعیض بین جنس زن و مرد رو پذیرا نیستن. همونطور که شما همین الان توی زبان انگلیسی یک واژه انسان که توش مردانگی نباشه تعریف نمی کنید. حتی وقتی مثلا میخوایم بگین هیومن هم باز من رو در کنارش داریم، ولی ما توی واژگانمون از زندگی رو از زن میگیریم یا فرهنگ باستانی زن زمین و سپندار مزگان رو داریم و خیلی از المان‌های دیگه که اگر بخوایم راجبش حرف بزنیم واقعا تو این برنامه نمی گنجه. یک بخش این فرهنگ که با ما اومده، یا مثلا ما تو زبانمون بین مؤنث و مذکر فرقی نداریم. زنان توی خیلی جاها، مثلا در کردستان، در شالیزارهای شمال، در کوچنشینان، زنها نقش مهمی دارن در طایفه، در خانواده. یک بخشی از عقبه اومده و یک بخشی هم امروزه که در واقع حکومت ایران نمیبینه که داره یک سری فشارهایی رو به یک نسلی و یک جامعه میاره که اصلا نمیپذیرتش. یعنی اونقدر از دنیا عقب افتاده که هیچ گفتگویی صورت نمیگیره و خب محدودیت زنان در واقع محدودیت کل جامعه است. انگار که شما یک پای یک انسان رو قطع بکنی، خب این محدودیت خود به خود برای مردها هم هست، یعنی راه رفتن رو برای اونها هم در واقع سخت میکنه. و به همین دلیل امروز اینطور که ما میشنویم فضای شهرها تغییر کرده، کسی دیگه به حجاب اجباری اونطور که قبلتر شاید کسانی اگه ناخواستم تن میدادن تن نمیدند، شرایطی رو میبینید که حاکمیت باز بتونه زنان رو برگردونه به عقب و دوباره چیز رو به اونها زور بکنه در شرایط فعلی؟ نه، فکر نمی کنم. چون حتی این موضوعی که در واقع خیلی ها روسری رو از سرشون بر میدارن، در واقع اونا فقط با فشارهای حکومتی مبارزه نمی کنن. شما همونطور که تو فیلم ها می بینید با خیلی از آبران و رهگذران هم درگیرن و من می دونم که خب تو خیلی از، یعنی اینطور شنیدم، حالا نمی دونم که چقدر این شنیده ها دقیقه چون ما تو اون خیابون ها نیستیم، ولی شاید خیلی ها هم گاهی اوقات مثلا خسته می شدن، روزری رو می زارن بر می دارن و می خوان ادامه بدن. ولی من فکر می کنم خسته می شدن یعنی به این معنی که آمادن که به جای چالش خیابانی بردارن و بذارن روزریشون رو. من مطمئنا بعد از این مسیر در واقع تا اینجای بازی اومدن، نه این نمیتونه به یک عقب گردی منجر بشه که اون زنان بخوان دوباره روسری روی سرشون بذارن. و خیلی سریع به عنوان سوال آخر، کدوم یکی از زنانی که در این دوره از اعتراضات دیدید الهام بخش شما بوده بیشتر؟ توی همین دوره از اعتراضات. واه خیلی سوال سختیه. انقدر که همه الهام بخش بودن، همشون خیلی زیاد و خب میدونیم برای اینکه این بچه‌های داخل ایران برای من هم الهام بخشند و شاید اسپوردن از یه شخص خاص توی برنامه زنده باعث بشه که مشکلاتی براش اونجا فراهم بشه. ممنونم که نشه. ممنونم ازتون هیلا صدیقی، شاعر، اینجا با ما.